تعدادی از لوازم متعلق به فرانک سیناترا، خواننده اسطوره‌ای و همسرش باربارا برای نخستین بار در نیویورک زیر چوب حراج میرند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به برخی از اقلام ارائه شده در این حراج. اشیای نادر از کلکسیون خصوصی باربارا و فرانک سیناترا برای نخستین بار زیر چوب حراج می رود. از آثار هنری متعلق به این زوج تا اسباب اساسیه خانه که طی سالها زندگی مشترک با هم خریدند و مجموعه‌ای شگفت‌انگیز از جواهرات باربارا سیناترا پیش از فروش در لس آنجلس به نمایش درآمده. یکی از درخشان‌ترین چیزهایی که زیر چکش حراج می رود انگشتر الماس 20.5 قیراتی است که فرانک هنگام نامزدی به باربارا داد. قیمت این انگشتر حدود 1 تا 1.5 میلیون دلار تخمین زده شده. باربارا این انگشتر را همیشه به دست داشت. جواهر بخش مهمی از سبک زندگیش بود. فرانک حلقه نامزدی را در گیلاس شامپاین به باربارا داد. باربارا سیناترا چهارمین همسر فرانک سیناترا بود و فرانک سیناترا سومین همسر باربارا. باربارا در لاس وگاس مانکن بود و در سال 1976 با این خواننده مشهور ازدواج کرد. این دو 22 سال یعنی تا زمان مرگ فرانک سیناترا در اثر سکته قلبی با هم زن و شوهر بودند و این طولانی ترین ازدواج سیناترا بود. فرانک سیناترا خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی 11 جایزه گرمی در کارنامه هنریش دارد و از او به عنوان بزرگترین ترانه‌خوان پاپ سده 20 یاد می شود. دو جایزه گرمی و یه جایزه اسکار ازش داریم که به دلیل قوانین سازمان‌های اعطا کننده نمیشه فروخت، ولی چون برای سیناتراها اهمیت زیادی داشت می‌خواستیم حتما به نمایش گذاشته بشه. اونا این جوایز رو در خونه‌شون هم به نمایش گذاشته بودن، به خصوص جایزه اسکار ویژه‌ای که برای فیلمی به نام خانه‌ای که در آن زندگی کردم گرفت. از دیگر آثار جالب و ارزشمند حراج می توان به پورتری که نورمن راکول از فرانک سیناترا کشید اشاره کرد. وسایل خصوصی باربارا و فرانک سیناترا در روزهای 4 و 6 ماه دسامبر به فروش گذاشته خواهد شد.